سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با هم کربونارا درست کنیم، یک غذای ساده ایتالیایی. بریم درست کنیم. خب، اول از همه آبو میذاریم که جوش بیاد. برای چی؟ برای پاستاهای خوشگلمون. آب که جوش اومد بهش نمک اضافه میکنیم و اسپاگتیامونو که 100 گرم داریم میریزیم تو آب. حواستون باشه هر عددی برای پخت اسپاگتیتون روی بستش نوشته 1 دقیقه زودتر از اون اسپاگتیاتون از آب درارید. آب پاستاتون هم بیرون نریزید چون ممکنه که لازمش داشته باشید. خب میریم سراغ گوانچلا یا بیکن. گوانچلا از صورت خوکه، بیکن از شکم خود. 100 گرم داریم، اونا رو ریز خورد میکنیم و آماده میکنیم برای اینکه تفتشون بدیم. این رسیپی همینجوری که رو تایتلش هست کلاسیک و اورجینالشه. شما اگر داخل ایران میخواید درست بکنید یا اصلا نمیخواید از گوشت خوک استفاده کنید، اگر از بیکن گاو یا بیکن بوقلمون دارید استفاده میکنید، حواستون باشه به این چربی نیست و باید یک ذره کره و روغن اضافه تری استفاده کنید. بیکناتون رو اونقدی تفت بدید که کریسپی بشه، کرانچی بشه. میذاریمشون کنار و از روغنش میخوایم استفاده بکنیم. دور نریزیدش. میریم برای مرحله بعد. 2 دونه تخم مرغ داریم، 1 تخم مرغ کامل و 1 دونه زرده تخم مرغ. خب تخم مرغ رو که خوب هم زدید میرین برای پنیر. توی رسیپی اورجینال از پکورینو باید استفاده بکنید، ولی اگر در دسترستون نبود به جاش از پارمیجان استفاده کنید. 100 گرم فلفل سیاه، خودتون حتما روی غذاتون آسیاب بکنید، زیادم بزنید. عطر فلفل توی این غذا خیلی مهمه. این غذا دیگه نمک اضافی نمیخواد. چرا؟ چون هم توش بیکن داریم هم 1 عالمه پنیر که خودشون پر نمکن. خوب این ترکیباتتون رو هم بزنید و بذاریدش کنار. برگردیم سر گاز. اسپاگتیامون رو میریزیم توی ظرفی که بیکنامون رو توش سرخ کرده بودیم، تو اون روغنای خوشمزه. یه ذره از آب پاستامون هم بهش اضافه میکنیم و 2-3 دقیقه تفتش میدیم. دو سه دقیقه که تفت دادین اون بیکنایی که اون اول سرخ کرده بودین رو بهش اضافه کنید. 2-3 تا دونش رو نگه دارید واسه یه تزیین روی بشقابتون. یک دقیقه دیگه هم با اینا تفت بدید و مطمئن شید تمام روغنای بیکنا و اون گولی گولی های خوشمزه کف مایتابه همش رفته چسبیده به اسپاگتیاتون. اسپاگتیامون رو روی شعله بر میداریم و ترکیبی که از تخم مرغ و پنیر پارمیجان یا پکورینو درست کرده بودیم و میریزیم توش. سری شروع میکنیم به هم زدن که اون حالت خامه‌ای و کریمی که دوست داریم رو به دست بیاریم.
روی شعله این کارو نکنین، چون برای اینکه تخم مرغتون تبدیل میشه به املت. خب کربونارای خامه‌ای بدون خاممون آماده است، میریم بکشیم و لذتشو ببریم. یه ذره پارمیجانم روش دوباره رنده بکنید، جای بدی نمیره، لذتشو میبرید. وای که چه بویی داره این غذا. تا من بخوام بخورم شما سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. سر را خودتونم ببوسید. بریم بخوریم.